ارفان حلق سابقه حدود چلو چند ساله داره در حدود 20 سال گذشته فعالیتش خیلی گسترده شده در واقع و در تورنتو با تاسیس اکادمی تاهری و مؤسسه تحقیقاتی کازمو اینتل این فعالیت ها شکل جدیدی به خودش گرفت و روند جدید رو آغاز کرد سلام و هر جایی هستید وقت به خیر خوش اومدید به اپیزود سی و دوم پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریری فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما خب شروع کنیم این قسمت و خیلی هم سوژه هایی که درستی سنجی کردیم تعدادشون زیاد بود چند تاشون هم جوریه که باید حسابی دربارهشون صحبت کنیم اول بریم سراغ صحبت محمد علی تاهری مؤسس و مروج عرفان حلقه که با تلویزیون ایران اینترنشنال مصاحبه کرد هفته پیش محمد علی تاهری رو احتمالا ممکن یعنی اسمش رو شنیده باشید ایشون تا همین اواخر به مدت حدودا فکر میکنم هفت سال در زندان بود به خاطر خب ترویج عقایدش و دو بار حکم اعدام گرفته بود و که خوشبختانه خب اجرا نشد و تونست آزاد بشه حالا به بهانه مصاحبه مفصلش با ایران اینترنشنال ما مطلبی نوشتیم با این عنوان که آیا گفته های محمد علی تاهری در مصاحبه با ایران اینترنشنال مبنای علمی دارد که مقاله خیلی مفصلی هم شده رضا به نظر اصلا با همین عنوان شروع کنیم آره همون جوری که گفتی آقای تاهری خب توی این مصاحبه تلویزیونی در واقع حرفای زیادی زد که به نوعی سه تا بخش اصلی داشت یه بخشش خب مربوط به اتفاقایی بود که براش توی ایران افتاده بود که خب حال مربوط به کار ما نیست یعنی ما در واقع الان سراغ اونها نرفتیم و کاری به اون بخش اون بخش کنار یه بخش دیگه بحث مسائل اعتقادی و کشف و شهودایشون و این چیزها بود که در واقع اصلا اون هم در مسئله فکت چکینگ نیست نه در باره فقط عرفان حلقه بلکه کلن بحث‌های اعتقادی توی هر دین و مذهب و گروه اعتقادی و اینها موضوع فکچک نیستش یعنی افراد عقاید مختلفی دارن باورهای مختلفی میتونن داشته باشن تجربه های شخصی میتونن داشته باشن ما به این بخش ها و صحبت ها کاری نداریم ولی همونجور که اشاره کردی یه بخشی از صحبت های ایشون درباره علمی بودن در واقع مبانی عرفان حلقه بود ایشون از یه سری عبارت ها استفاده کرد که به حال ممکنه این تصور رو به وجود بیاره که داده درباره یک مسئله علمی صحبت میکنه دیگه در واقع از بحث اعتقادی خارج میشه و وارد فضای علمی میشه ما در واقع توی این مقاله تلاش کردیم که توضیح بدیم که نسبت صحبت آقای تاهری با علم چیه دقیقا این توضیح مهمی بود که باید در آغاز میدادیم چون ایشون به حال وقتی میگه از یه سری کلماتی مثل پژوهش مؤسسه تحقیقاتی ژورنال علمی سایمنتولوژی کیهانشناسی شعوری موجودات غیر ارگانیک اینتر ساینس فکت وقتی از این کلمه ها استفاده میکنه که ظاهر علمی دارن و ممکنه خب بعضی رو به خطا بندازه اون موقع است که ما باید وارد بشیم دیگه به حال ما خ... مفصل به این موضوع پرداختیم یه مقاله بسیار مفصلی توی سایت منتشر کردیم یه مقدمه ای داره این مقاله که درباره این توضیح میده که عرفان علقه چی هست کی تشکیل شده خب این مؤسسه به طور عمومی در واقع از سال ا... ا... اوایل ده کارش رو شروع میکنه کار اصلیش هم بحث یعنی اصلیش هم راه درمانی مکمل رو مدعی که ابداع کرده و اسمش رو فرادرمانی گذاشته آره و حالا کتابی هم دارن آقای تاهری به اسم عرفان کیهانی اونجا میخونیم که عرفان حلقه یک مسیر سیر و سلوک عرفانی رو به مخاطباش ارائه میده که اساسش بر اتصال به حلقه های شبکه شعور کیهانی استواره عرفان حلقه مدعیه که فیض الهی به صورتهای مختلف در حلقه های گوناگون جاریه این حلقه ها در واقع همه حلقه های رحمت عام الهی هستند حالا توضیح و تفسیر داره همه اینا ولی خب اینجا جاش نیست ولی لازمه به طور کلی بگیم که خب فضای صحبت چیه و بریم سراغ خود مصاحبه اینا مهمن ولی به طور کلی غیر از اینا خب جمهوری اسلامی آقای تاهری رو دستگیر میکنه زندانی میکنه براش حکم اعدام صادر میشه سالهای مسئله وجود داره در نهایت آقای تاهری میره تورنتو و فعالیت های عرفان حلقه رو از اونجا ادامه میده یعنی ماجرای بخش حقوق بشری و قضایی داره که اونجوری که گفتیم مثلا موضوع بحث ما در مقاله نیست اما به هر حال این رو باید حتما بهش اشاره بکنیم که این هم بخش مهمیه که کل ماجرا رو تاثیر قرار آره خیلی مالی حالا بریم سراغ ارتباط صحبت آقای تاهری با موضوع علم توی همین مصاحبه با ایران اینترنش آقای تاهری به یه سری فعالیت خودش تو تورنتو اشاره میکنه و میگه مؤسسه تحقیقاتی کازمو اینتل که خودشون را انداختن تحقیقات موضوع میدانهای شعوری را به روی انسان، حیوان، مولکول، میکرو ها و غیره رو آغاز کرده این کازما اینتل همونطور که خود آقای تاهری هم میگه یه نهادیه که ایشون و نزدیکانشون در کانادا ثبت کردن کلا هم نهادهای معتبر علمی مثل دانشگاه مثل پژوهشگاه چیزایی که ما به عنوان نهاد معتبر علمی میشناسیم اینجوری نیست که اعتباری برای این مرکز یعنی کازمو اینتل قائل شده باشن مثلا مقاله ازش توی ژورنال معتبری چاپ شده باشه اینها نشونه هایی که کمک میکنه دقیق متوجه بشیم در واقع اصل ماجرا از چه قراره آره یه چیز دیگه که تو مصاحبه میشنویم آکادمی تاهریه ایشون میگه آکادمی تاهری در سطح آکادمی به معرفی موضوع عرفان حلقه و زیر مجموعه آن میپردازد مانند های مکمل فرادرمانی، سایمنتولوژی، کیهانشناسی شعوری، موجودات غیر ارگانیک، اینتر یونیورسالیزم، ساینس فکت و چیزهای این شکلی عرفان حلقه مجموعه گسترده از دانشهای گوناگونی است که همه آنها در نوع خودش نوع است خب همونطور که ایشون, می، ایشون هم میگه اینا واقعا تعابیر نو و تازه هستن یعنی شما متن علمی و کتاب و پژوهش معتبری نمیبینی که این اصطلاحات توش باشن یا مثلا بهشون استناد شده باشه یا اینکه مثلا در یک دانشگاهی چنین رشتههایی تدریس بشه خب ببین مسئله اینه که تو نگاه اول کسی که اینو میشنوه ممکنه تصور کنه که خب به حال علم خیلی پیشرفت کرده شاخه‌های زیادی پیدا کرده اینا هم شاید مثلا عناوین علمی هستن که تازه اومدن و تو جاهای مختلف دنیا دارن تدریس ت... میشن ام. یا روشون پژوهش انجام میشه خیلی در که نه اینجوری نیست اینا در واقع چیزی جز ا... ابداعات عرفان حلقه نیست اصلا به طور کلی عرفان حلقه انگار تلاش زیادی میکنه که خودشو به چارچوب های علمی بچسبونه ولی خب هیچکدوم از مقدمه های روش علمی رو تو گزاره ها شرایه نمیده شما مثلا در پزشکی یا در فیزیک یا تو نانو تکنولوژی یا علوم و فناوری های جدید از یک روش علمی استفاده میکنید مثالش اینه که مثلا یکی از خصوصیات نظریه علمی اینه که ابطال پذیره یا اینکه تو شرایط مشابه قابل آزمایش دوباره است و نتایج یکسانی میده صحبت های عرفان حلقه ولی اینطوری نیست بیشتر به نظر میرسه یه تقلیدیه از فرم ارائه محتوای علمی این عبارت مثل طب مکمل فرادرمانی سایمنتولوژی کیهانشناسی شعوری موجودات غیر ارگانیک اینتر یونیورسالیسم ساینس فکت اینا درسته یه ذره بار علمی دارن ولی عملا تعریف مشخص علمی ندارن و پیش قابل آزمون تجربی ارائه نمیدن که بشه تو چارچوب علمی و آکادمیک در واقع دست بندیشون کرد حالا یه مثال ازش آوردیم اونم یه مقاله ایه که آقای تاهری با همکارانش نوشتن و منتشر کردن در واقع ظاهرش اینه که یک مقاله یا یه پیپر علمیه با عنوان تاثیر شعور کیهانی در رشد دانه های گندم آره ببین این مقاله تو واقعا توی ژورنالی به اسم f هزار ریسرچ منتشر شده که ادعا میکنن که پیر ریویو هم شده آره این تنها مقاله‌ایه که رو سایت اینتل کازمو چند تا مقاله علمی حالا تو گیومه بذاریم مقاله به ظاهر علمی منتشر شده این تنها مقاله یه که ادعا میشه که این اصلا پیر ریویو شده یعنی داوری همتا شده یعنی یه متخصص اینو بررسی کردن چک کردن روش تحقیقش و همه چی و تاییدش کردن این ادعاییه که سایت کازمو اینتل میکنه آره ولی خب نکته جالب اینه که این جورنال اف هزار ریسرچ در واقع یک جورنال یا یه نشریه ی علمی نیست یه جای بازه یه فضای بازیه که افراد بیان مقاله هاشون رو منتشر میکنن و به صورت آزاد هیچ نظارتی هم وجود نداره افراد دیگه هم ممکنه بیان اونجا خود خیلی جالبه تو همون ب... زیر این مقاله یکی کامنت گذاشته که این چیه چاپ کردین اینجا که خود اون ژورنال در توضیحش میگه که ما هیچ ویراستار دانشگاهی یا اعضای هیئت تحریری نداریم که در مورد انتشار مقاله تصمیم گیری کنن خب ببین مشخصه که انتشار یه چنین مقاله ای عملا نمیشه این رو در به عنوان یه سند درباره اعتبار علمی آقای تاهری و به طور مشخص این مقاله خاص یعنی تاثیر شور کیهانی در رشد دانه های گندم به حساب شورد آره یعنی خیلی جالب بود و خیلی به نظرمون عجیب بود که همچین چیزی این اف هزار ریسرچ گفته که تحریریه نداره یعنی میخوام همچین فضاییه خب تو اون مقاله این مقاله یه تاثیر شور کیهانی در رشد دانه گندم نتیجه گرفته که شعور کیهانی منجر به مقاومت دانه های گندم در مقابل شوری میشه یعنی شما میتونید در زمین شور و بایر گندم بکاری فکر کن واقعا چنین چیزی اگه ممکن بود یعنی یه راهی وجود داشت که این اتفاق بیفته چقدر مشکل جهان حل میشد یعنی در واقع عرفان حلقه هم میگه که آره میشه این کارو کرد و میشه اصلا مشکل گرسنگی رو از طریق عرفان حلقه حل کرد در واقع انگار ولی خب سوال اینه که خب چیکار کنیم الان یعنی الان یعنی یه راهی هست که بشه گندم رو به شور کیهانی متصل کرد یه مثلا چیزی که میدونیم اینه که ال این علم نیست یعنی تجربه قابل انتقالی نیست که شما بگی این روش پژوهش رو بگیر ببر هر جایی خواستی آزمایش کن اتفاقا این بحث این م... چیزی که اشاره کردن این خیلی هم قابلیت اینو داره که آزمایش علمی بشه بیان و واقعا اینو آزمایش کنن در یه محیط آزمایشگاهی <applause> که بشه در واقع تکرارش کرد در مقابل دیدگان بقیه دانشمندا بیان واقعا اگر اینجوری باشه که اینها یک اطریق شور کیهانی بتونن یه کاری کنن که تو شور زار و زمین لم را گندم به وجود بیاد خب اینو باید بتونن قاعدتا اثباتش کنن اگر اثبات بشه خب اون میشه گفتش که بله ایشون یه ادعای علمی کرده که این ادعای علمی اومده و مراحل تاییدیه نظری علمی رو گرفته و به حال میشه باش به عنوان یه علم مواجه شد ولی تا وقتی یه چنین اتفاقی نیفته خب این علمی نیست دیگه این نکته که ما الان داریم اشاره میکنیم اینه که به هر حال اینا که گفته میشه علم نیست یعنی ظاهر علمی ممکنه داشته باشه ولی ارزش علمی نداره دو تا بحث دیگه هم ما مطرح کردیم تو مقاله یکی درباره تجربه افرادی که عضو عرفان حلقه بودن آقای تایری تو این مصاحبه اشاره میکنه میگه مردم خودشون اومدن دیدن تجربه کردن و راضی بودن و تصمیم گرفتن که عرفان حلقه رو در واقع تو زندگی خودشون داشته باشن اما آیا این به معنی اعتبار علمیه. عرفان الغس یعنی آیا این یعنی که این چیزی که آقای تایری ادعا میکنه تاییدیه و تجربه شخصی افراد ثابت میکنه که این یه چیز درستیه یعنی چیز معتبریه یا به درد مردم میخوره یا نه خب حالا ما برای این رفتیم سراغ یک پژوهش معتبر آکادمیک که اتفاقا یه آقای ایرانی به اسم آقای علیرضا دوستدار انسانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه شیکاگو که بخشی از پژوهشش روی همین عرفان حلقه بوده ایشون توضیح میده که تصدیق تجربی در عرفان حلقه مشابه چیزی است که در جریانهای ماورا طبیعه مشاهده میشه که در آن تجربه امری فردی است و معیاری خارج تجربه شخص نداره یعنی اینجا هم با چنین وضعیتی روبرویم آره آقای تاری داره درباره یه تجربه یه صحبت میکنه توی علم روانشناسی ببین حدود یه قرنه که این مت... مسئله شناخته شده است روش پژوهش‌های زیادی انجام شده حالا اگه مشتاق باشین لینکش توی مطلب هست ببین به طور کلی یه حالتیه که وقتی یک کاری رو ما رو خیلی به خودش مشغول میکنه انگار فارغ میشیم از همه چی و همه جا آره این تجربه معمولیشه تو حالتهای شدیدتر دیسوسیشن فرد ممکنه دوچار نوعی بیخودی بشه یا حتی حالاتی از خودش بروز بده که مثلا با عنوان جنزدگی یا تسخیر شدن توسط ارواح یا های تایری موجودات غیر ارگانیک تعبیر بشه تو انسان شناسی تحت عنوان spirit پوزیشن از دهها پیش تحقیقات زیادی روش انجام شده درباره نسبت این حالات با عرفان حلقه آقای دوستار تو کتابش متافیزیک ایرانی کاوش هایی در علم اسلام و چیزهای عجیب دقیقا به این موضوع اشاره میکنه ما سعی کردیم یه خلاصه ای از مقاله رو اینجا بگیم خود این مقاله خیلی مفصل تو 4000 کلمه مطلبه، آره ولی خوندنیه یعنی <تصح Landes> حالا <تصح> خودمون بگیم یعنی مطلبه، یعنی فکر نکن حالا 4000 کلمه کی میخواد بخونه به نظر بنده خودم فکر به نظرم خیلی راحت خونده میشه و جالبه بر موضوع مهمیه یعنی باید این یعنی باید میرفتیم سراغش و جنبه های مختلفش رو بررسی میکردیم کردیم خصوص که به حال توی این مصاحبه مصاحبه کننده هیچ سوالی رو نپرسید یعنی سوال چالشی از آقای تاهری نمیپرسه مجری اینترنشنال در حال که به هر حال روزنامه نگارا یعنی یکی از وظایفشون اینه که فیلتر اطلاعات بشه یعنی باید سوال بکنن چالش بکنن وقتی یه بحثی مطرح میشه به گونه که تلاش بکنن که اطلاعات درست به دسته. مخاطب برسه اگه پلتفرم و تریبون دارن و در اختیار کسی قرار میدن که نظراتش باید فک چک بشه و اینها حداقل اینه که ازش توضیح بخوان ازش بپرسن معنی این اصطلاحی که میگی یعنی چه وقتی ادعا میکنی آکادمی وقتی ادعا میکنی مؤسسه تحقیقاتی این مؤسسه تحقیقاتی چه رابطه ای با نهادهای معتبر علمی داره اینها رو به حال توقع میرفت که مصاحبه کننده توی مصاحبه بپرسه که در واقع نپرسید و ما سعی کردیم که بریم و این اپام ها رو در واقع به نوعی با مقالمون برطرف خیلی هم عالی یه مقدار طولانی شد این بخش ولی خب لازم بود درباره صحبت کنیم چون درباره مقاله خیلی طولانی هم بود ولی خب به جز این ما فکچک مربوط به محیط زیست هم داشتیم این هفته که مربوط به فرونشست زمین در ایران خب رضا یکم درباره این فک چک فرونشست زمین در ایران توضیح بده ادعا این بود که ایران با رکورد فرونشست 62.5 و و برابر میانگین جهانی پیشتاز فرونشست زمین در جهانه ما چه بررسی کردیم و چه نشانی دادیم بهش ما نشان نادرست دادیم بذار قبل از اینکه بگیم چرا اینو بگیم که فرونشست زمین یک مسئله و بحران جدی در ایرانه این تردیدی درش وجود نداره تمام اسناد و مراجع معتبر علمی و اینها همه این مسئله رو تایید میکنن هیچ تردیدی در این نیست اما این ادعایی که ایرنا مطرح کرده چند تا در واقع مجموعه چند تا گزارش گزاره غلطه یکی اصلا ما مثلا چیزی به اسم میانگین جهانی فرونشست نداریم چیزی به اسم عددی به عنوان میانگین فرونشست زمین در ایران نداریم اینکه ایران پیشتاز فرونشست زمین در جهانه یه چیز معتبری نیست در واقع مبنا و پایا اساسی نداره در واقع ما با یک گزاره در واقع طرف هستیم که به صورت تکنیکی یعنی لطه. نمیتونه یعنی اجزای درستی نداره حالا ممکنه بشه باید کمی تخفیف گفتش که یه گزاره اقراق شده برای تحریک و ت... ت... جلب توجه افکار عمومی و سیاستمداران به بحران محیط ممکنه این رو گفت ولی به هر حال میگم از به صورت مشخص این گزاره اعتباری نداره و نادرسته فرونش هست مسئله ایران نیست تو جاهای دیگه دنیا هست تو آمریکا هست تو مکسیک هست توی اندونزی هست تو چین هست توی شمال هند هست و خیلی چیه دقیقا؟ به فرونشست زمین کاهش ارتفاع زمینه یعنی حالا به خود کلمش در واقع داره توضیح میده زمین فرو میشینه و ارتفاعش کم میشه دلیل اصلیش عمده دلیلی که ما حداقل تو ایران باهاش ارتباط داریم در واقع از دست رفتن منابع آبی زیرزمینیه که این باعث میشه که فضای بین دانه های داخل خاک از بین بره و اینها رو همدیگه فشرده بشن و زمین فرو بشینه این خیلی خطرناکه میتونه به معنی نابودی کامل در واقع مرگ دشت ها باشه چون وقتی که این خاک کامپکت میشه و در واقع فشرده میشه دیگه بعدا فرصت اینکه آب دوباره نفوذ کنه و بره و منابع آب زیرزمینی دوباره پر بشه از دست میره به نوعی میشه گفتش که باعث مرگ دشت ها میشه ما تو ایران الان با پدیده مرگ دشت های خیزمون که سابقه در واقع زیستی چند هزار ساله دارن رو, به رو هستیم تحت تاثیر در واقع به خاطر از دست رفتن منابع آبی اینا فرونشستن و در واقع قابلیت زیستیشون برای همیشه از بین رفته به هر حال فرونشست زمین و بحران فرونشست زمین در سرزمین ایران یک حقیقت غیر قابل انکار کسی هم درش تردیدی وجود نداره اما این گزاره هایی که مطرح میشه تحت عنوانی که ایران بالاترین میان در واقع نسبت رو داره یا 62.5 برابر میانگین جهانی هستش یا اینکه بالاخره مثلا رتبه اول و پیشتاز جهان هست اینها صحت نداره یعنی ادعای اق... اقراق شده و بیپای و اساسه به طور مشخص ما چیزی به اسم میانگین جهانی نداریم حتی میانگین فرونشست در ایران هم نداریم فرونشست در مناطق مختلف متفاوته کما که تو خود ایران هم مثلا حالا گزارش در سال گذشته منتشر شده که محاسبه کردن فرونشست زمین سالانه در جنوب تهران حدود 25 سانتی بوده گزارش های دیگه ای هم سازمان زمین داره مثلا درباره فرونشست بیش از 50 سانتی متر در مناطقی توی یزد یا فرونشست های 50 و چند سانتی در دشت های استان فارس منتشر شده بنابراین چیزی به اسم میانگین وجود نداره حتی درباره اینکه ما یه چیزی به اسم استاندارد چهار میلیمتر داشته باشیم چون خیلی تو رسانه ها گفته شده که تبقیه استانداردهای بین المللی چهار میلیمتر فرو در سال مرز بحرانه یعنی اگه این اتفاق بیفته اینو بهش میگن بحران نمیدونیم این عدد از کجا آمده ما خیلی گشتیم یعنی اصلا همچین استانداردی وجود نداره نه از آدمای متخصص پرسجو کردیم کسی نمیدونست این عدد از کجا اومده ما توی مطلب اتفاقا یه مصاحبه نسبتاً مفصلم کردیم از آقای درویش چند تا سوال پرسیدیم برای اون توضیح داده این حرفی هستش که رئیس سازمان زمین شناسی گفته و معلوم نیست منبعش چیه در واقع هر چیزی تا اونجا که ما متوجه شدیم اینه که هر منطقه برای تعریف بحران شاخص خودش داره ممکنه یه میلیمتر فرونشست در هلند یک مز... چیز بحرانی باشه ولی یه جای دیگه توی منطقه دیگه یک متر فرو نشستم در واقع مسئله بحرانی برای اینکه بخوام بگم بحران خیلی مسئله یعنی اینکه استاندارد یا معیار ثابتی برای تشخیص بحران وجود نداره اینو یعنی مبنای اینکه بخوان مقایسه بکنن بگن ما انقدر برابر دنیا هستیم در واقع این خیلی پای و اساس علمی نداره خلاصه این به نظر میرسه که یک در واقع گزاره غیر علمی و اقراق شده است. ما به همین دلیل بهش نشان نادرست دادیم یه مسئله دیگه هم اینجا مطرحه اون هم اینه که به هر حال یه واقعیتی که خیلی از رسانه ها تو دنیا خیلی از کارشناسا خیلی از اتفاقا شخصیت های علمی وقتی میخوان درباره مسئله زیست محیطی صحبت کنند در واقع از واجه استفاده میکنن که گاهی اوقات اغراق شده هم هستن ولی به حال برای جلب توجه افکار عمومی و سیاست مداران به بحران شاید تو این زمینه هم از همین تکنیک بشه مثلا بخوان توجیح بکنن که استفاده شده اما باید توجه داشته باشیم انتشار مطالب زد و نقیز و اقراق شده به حال ممکنه اعتبار گزارش علمی رو هم زیر سوال ببره اه. به طور مشخص میگم ما توی دیدیم که ایرنا دو تا گزارش داره تو دو تا سال مختلف تو یکیش گفته نشست زمین صد و خورده ای برابر میانگین جهانیه تو یکیش گفته شست و دونیم برابر میانگین جهانی خب این دوتا رو یکی کنار هم بذاره این دوتا تیتر رو خب کل این اعتبار در واقع این اد... کلیت بحران ممکنه ببره زیر سوال <applause> باید ما بالاخره حواسمون به این باشه که درست تحریک افکار عمومی و اینها توجیهاتی هستش که در واقع محیط زیستی ها به کار میبرند ولی اینجا ممکنه انتشار اخبار ضد و نقیس و بی اعتبار علمی کلا اعتبار بحرانی که واقعی وجود داره رو هم زیر سوال ببره ما به حال به این گزاره نشان نادرست دادیم متن مقاله مفصل 3000 کلمه مطلبه بالاخره این هفته همش مقاله مفصل شما تعداد کلمه ها رو هی یادآوری میکنی نه یعنی ما رفتیم بررسی کردیم اینا مطالعه حالا سه هزار کلمه هم همینجوری سه هزار کلمه انشام نیست هر پاراگرافمون 6 تا لینک داره یعنی خیلی میخوام بگم خیلی تحقیق کردیم کار کردیم کارشناس ها گفتگو کردیم با کارشناس آه. به اضافه اون با یه سری افراد دیگه هم صحبت کردیم سعی کردیم ب... ب... مطمئن بشیم برخر به خاطر حساسیت موضوع اینا مطمئن بشیم و وقتی که د... میخوایم که این رو گزارش رو منتشر بکنیم فک چک بکنیم یه ریتی بدیم دیگه با اطمینان نسبی که مطمئن باشیم که چی داریم میگیم دیگه و موضوع حساس درود بر شما خیلی ممنون که خودشما. خوب توضیح دادی آه. کاش منم هم ماجرا رو توضیح بدم واقعا <applause> جدی میگم <applause> خب یه فکت چک دیگه هم که سری میتونیم مرورش بکنیم مربوط به علی اکبر رایفی پوره که ما یکی دو اپیزود قبل مستندی رو که ساختیم ورژن صوتیشو تو این پادکست منتشر کردیم این بار رفتیم سراغ یه ادعای علی اکبر رایفی پور در این بار درباره های سایبری صحبت کرده بود. خب هفته گذشته بعد از حمله سایبری به سیستم هوشمند توزیع سوخت در ایران یه سری از تو گیومه طرفداران طرح سیانت و شبکه ملی اطلاعات در واقع اومدن و یه جوی را انداختن و گفتن که این طرح شبکه ملی اطلاعات در واقع علاجی برای راه حلی برای جلوگیری از تکرار این حوادث یعنی به بهانه تامین امنیت بیان و این ترهایی که در دلش به حال محدود سازی اینترنت و اینا هست باید حتما اجرا بشه در واقع این اتفاقاتی که افتاده نشون میده لزوم این طرحی که حالا یه گروهی از افراد دارن تو ایرانی پروژه رو پیش میبرن آقای پور یکی از این افراد سخنران و مدیر مدیر مؤسسه مساف ایرانیانه و در واقع گفته بود که درباره کنترل زیرساختهای سایبری آمریکا صحبت کرده بود که ما رفتیم سراغش آره کرده بود آقای رایفی پور که حالا من توییتش رو میخونم امنیت سایبری شوخی بردار نیست اتفاقاتی از این دست نشان میدهد زیر های سایبری کشور هر چه سریعتر باید بومی شده و زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح قرار گیرد همانطور که در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا اینگونه است خب ما به این ادعا نادرست دادیم به خاطر چند تا موضوع این جمله که رایفیپور میگه چند تا واژه مبهم توش وجود داره چند تا ادعای نادرست وجود داره یکی اینکه میگه درباره زیرساخت اصلا منظورش از زیرساخت چیه یکی اینکه میگه باید بومی بشه باز منظورش از بومی شدن چیه یکی اینکه میگه در کشورهای دیگه از جمله آمریکا دست نیروهای مسلحه این هم در واقع ادعایی هستش که پایه و اساسی نداره یعنی به یه معنی میشه گفته که یه مقداری قلب واقعیت داره میشه در این جمله قرارگاه سایبری سازمان پدافند غیر عامل ستاد کل نیروی مسلح جمهوری اسلامی از سال 93 1393 وظایفش مشخص شده از جمله حالا نقل قول میکنم پدافند سایبری از زیرساختهای اساسی کشور متناسب با سطح اهمیت آنها دفاع هوشمندانه چندلایه و اثر بخش از سرمایه های سایبری کشور و سیانت، پدافند، پایدارسازی و استحکام زیست بوم سایبری و سرمایه های ملی سایبری کشور عجب جمله شد آره این جمله های اداری و چیزی تو اسناد خوندنش هم سخت بود بنابراین در این حمله بخش از وظیفه بروده نیروهای نظامی بوده دیگه یعنی اینکه نیروهای نظامی به هر حال بودن این چیزی هم. که یعنی حضور داشتن حالا بدون طرح سیانت هم وظیفهشون این بوده که بیان و در مقابل حمله های سایبری دفاع بکنن همین الان هم سازمان پدافند غیر آمل تو اخبار اینا ببینی هر هفته خبر منتشر میکنن فلان جا مانور برگزار میکنن یعنی همین الان هم حضور دارن حضورشون هم یه حضور قانونی همین الان هم هستن حالا اون بحث تره سیانت و ایناش به شکل دیگه ای دنبال حضور نیروهای مسلح هستش ما یه مقاله منتشر کردیم لینکش رو میذاریم تو توضیحات پادکست به عنوان خیز نیروهای مسلح برای فتح اینترنت اونجا مفصل توضیح دادیم که توی این طرحهایی که هستش و مجلس دنبالش هست و اینا منظورشون چیه که بیان کنترل رو بدن دست نیروهای مسلح ببین تو کشورهایی که اینترنت آزاده نیروهای مسلح از جمله آمریکا وظیفه کنترل سرورهای حیاتی و اینا رو یا زیر ساختای تامین اینترنت و یا ارائه خدمات بر بستر شبکه رو بر عهده ندارن مثلا تو خود آمریکا ستاد فرماندهی سایبری ایالات متحده مسئول سرورها و شبکه وزارت دفاع بس همین ولی توی سطح دیگه ای بر حال مسئول تامین امنیت هستن یعنی امنیت کلی رو اونها وظیفهشونه که تامین بکنن بدون اینکه بخوان همه چی رو در اختیار داشته باشن و بخوان خدمات ارائه بکنن و این در واقع زیر ساخت ها و شاهره های جریان اینترنت زیر دستشون باشه مثالی که تو مقاله زدی به نظرم خیلی روشن میکنه این قضیه رو نیروهای مسلح تو دنیای حقیقی از خاک کشور دفاع میکنن ولی دیگه کنترلی رو املاک مردم ندارن مثلا نیروهای سایبری ایالات متحده از فضای مجازی و زیر خدماتی اینترنت اینترنتی اون کشور دفاع میکنن در این حال کنترلی روی زیر خدماتی و اینترنتی ندارن بذار یه مثال دیگه من بزنم بزن. شبیه اتفاقی که افتاده فرض کن که توی شهری یه دوزی خیلی بزرگی اتفاق افتاده اومدن بانک بزرگترین بانک شهر رو زدن خب وظیفه پلیس اینجا همه میرن به پلیس میگن که چرا تو کارتو انجام ندادی الان هم اینجا همه بعد از در واقع پدافند غیر عامل بپرسن چرا کارتو انجام ندادی پس کجا بودی تو ولی به معنی این نیستش که پلیس بانک در اختیار پلیس کلا قرار داده بشه همه چیه بانک در اختیار پلیس بشه پلیس بانکداری بکنه و تامین امنیت خیر پلیس وظیفهش تامین امنیت عمومی از جمله مشاهده و رصد کردن حملات سایبری احتمالی در واقع کنترل اینکه بقیه همه آماده دارن چیزهایی که لازم دارن داشته باشن اینا رو باید انجام بدن همین الان هم حضور دارن نیازی به طرح سیانت و این چیزهایی که در واقع توی یه سطح دیگه ای دنبال کنترل نیروهای مسلح روی اینترنت هستش نیازی به اون نیستش دقیقاً، خیلی مثال خوبی زدی بله، موضوع مهمی بود ما بارها بهش اشاره کردیم این ماجره تامین امنیت گاهی تو جمهوری اسلامی بهانه برای محدودیت آزادی و دسترسی در واقع طبیعی مردم در حالی که ربطی هم نداره این همه اینترنت تو ایران محدوده تقریبا ما ولی خب ما میبینیم هر ماه داریم تقریبا خبرایی میبینیم که نشون میده حمله های سابری به بخش های مختلف شده بخش های عمومی مختل شده تاسیسات در واقع حساس مورد حمله سایبری قرار گرفته اینجا هم به حال لازم بود درباره این موضوع خاص و درباره اینکه کشور دیگه چیکار میکنن و سازوکار نیروهای مسلح در اینترنت ایالات متحده اونها چی هم یه توضیحی بدیم خب بریم سراغ یه فکچک سپکتر زرد زرد به رنگ <applause> موز آره خب این یکی از فکچکهایی که مخاطبا برامون فرستادن ما تقریبا هر روز پیشنهاد میگیریم از مخاطبای فکنامه نامه و خیلی هم ناراحتیم که نمیتونیم هم، به همشون بپردازیم ولی سعی میکنیم تا جایی که میتونیم جالب ها رو در بیاریم و کار کنیم روشون یه چیزی که فرستاده بودن یه ویدیویی بود که تو شبکه اجتماعی پخش شده شاید شنونده ها دیده باشن بهش برخورده باشن یه سری موز رو نشون میده که یه نفر میشکافتشون و از توی موز یه سری یه چیزی شبیه کرم های سفیدی شکل کرمه میاد بیرون و و منتشر کننده ها این ویدیو ادعا میکنن که 500 تن موز از سومالی وارد ایران شده و این موزها آلوده به یه کرمی هستن به اسم هلیکوباکتر که اگه خورده بشن دوازده ساعت بعد از اون موجب مرگ مغزی میشن یه چیزی که همیشه باید آدم دقت بکنه وقتی یه سری این چیزای عجیب غریب میشنوه آدم یا میخونه که خیلی دیگه اقراق شده است میدونید دوازده ساعت موجب مرگ مغزی این همون اولین چیزیه که اینا نشانه که آدم باید مکس کنه و شک کنه همیشه هر وقت یه چیزی دیدید زیادی بزرگ و عجیب غریبه معمولا یه جا، جای کار میلنگه هم از همون قضایه یعنی اگه اینطور بود که 500 تن موز اومده بود الان باید یه و یک موجی از مرگ مغزی در ایران ما شاهدش می بودیم. خب این یک نشون است ولی خب حالا ما رفتیم بررسی کردیم ببینید راوی این ویدیو که اصلا داره به زبان فرانسوی حرف میزنه و این ویدیو قبل از این هم از طرف یعنی تحقیقاتی که کردیم این بود که نشد فهمیدیم قبلا هم از طرف کاربرای فرانسوی زبان تو فضای مجازی منتشر شده و همین علت اصلا یه نشونه است که این ویدیو اصلا ارتباطی با ایران نداره تقریبا یک ماه و نیم پیش توی تیک تاک ما قدیمی ترین چیزی که پیدا کردیم یک ماه و نیم پیش توی تیک تاک منتشر شده آره, و یه چیز دیگه هم اینه که راوی ویدیو اصلا ادعا نمیکنه که از اون چی که از داخل موز داره در میاد کرمه چیزی که داره در ویدیو نشون داده میشه اینه که در واقع اون چیزی که داریم میبینیم اگه دقت بکنیم بیشتر از که شبیه کرم باشه چیزی شبیه پلاستیکه و یه بحث دیگه اینه که هلیکوباکتر اصلا کرم نیست که <تصکال> کرمی به اسم هلیکوباکتر اصلاً اسمش روشه باکتریه طبق تعریف علمی باکتری هم همه میدونیم که موجودات زربینی هستن که اصلا دیده نمیشن چه برسه بخواد اینجوری دراز بکشن بیرون از موز و یه چیز دیگه هم که چک کردیم این که طبق آمار رسمی گمرک اصلا ایران موز و نه،, نه موز هیچ چیز دیگه از سومالی وارد نمیکنه چه برسه بخواد 500 تن باشه حال تمام این چیزها رو که ردیف بکنیم نشون داده میشه که این ادعا درباره این ویدیو غلطه و ما هم بهش نشان نادرست دادیم همه چیش غلط بود همه چیش غلط بود چرا شاخدار ندیم اینو دستمون در رفتا هر دفعه این بحث داریم میکنیم آره ببین بعضی چیزات نادرست آره. نگاه کن کرم نبوده باکتری نبوده یعنی هلیو باکتر غلط بوده بعد اصلا واردات موز از سومالی غلط بوده زبانش فرانسه بوده تو یه جای دیگه هلیکوباکتر حالا ببخشید تشکر دادم آقا افشین افشین از هلیکوباکتر هلیکوباکتر آره شاید میتونستین شاخدار باشه ولی حالا دیگه این بحثیه که هر دفعه ما داریم یه علتش که شاختار ندادیم بود که اواخر زیاد شاخدار دادیم گفتیم یه ذره تعادل برقرار کنیم بعدم اصلا بخوایم میخوایم یه ذره وصفاس بیشتری به خرج بدیم تو شاخدار یعنی چیزی که شاخداره شاخدار بهش نشان شاخدار میدیم واقعا باید لیاقت باشد. اون نشان رو داشته باشه <تصفح> آره دیگه برای شاخداری که شاخدار نباشد شاخدار نیست این <تصفح> 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 ولی آقا یه نشان دیگه هم دادیم حالا ما برای رای پور یه دونه مستندم ساختیم درباره تئوری های توته یه <تص> دونه هم که این هفته الان <favour> توضیح <تص> دادیم بهش درست دادیم ولی این دفعه به یه ادعایی از مؤسسه مساف کانال تلگرامی مساف کانال تلگرامی مساف که ما رایفی پور نشان درست هم دادیم کانال تلگرامی مساف که وابسته به علی اکبر رایفی پوره یه خبری منتشر شد که میگه که یک گروه از یهودیان ملقب به قلب پاک از ایران درخواست پناهندگی کردن بعد خب حالا توضیح میده و یه سری چیزا ولی حالا ما رفتیم یعنی برامون اینو فوروارد کردن مخاطبا که آیا واقعا همچی چیزی درسته یا نه خب ما رفتیم یه تحقیق کردیم درباره اینکه اصلا این گروه قلب پاک کیان و چیان و آیا اینکه از ایران درخواست پناهندگی کردن یا نه بله اینا درخواست پناهندگی کردن تازه هم نیست گزارش هایی هستش که اینا در سال 2018 یعنی سه سال پیش در به طور رسم خواستار حضور در ایران شدن کی اینا اینا یه گروه بسیار تندرو یهودیان که از این کارهای عجیب غریب میکنن حالا تو مقاله مفصل توضیح دادیم الان وقتمون کمه ولی به طور مشخص اینا سوابق در واقع خلافکاری سو استفاده از دختر آدم روبایی کودک آزاری پرونده قضایی دارن آره رح... اعضای اصلی و رهبرانشون تحت تعقیب اف بی توی کشورهای کانادا اسرائیل آمریکا گواتمالا مکزیک در واقع دست به اقدام قضایی پلیسی زدن اون موقعی هم که درخواست پناهندگی کردن بعد این بوده که پلیس به مقرشون توی مکزیک حمله کرده بوده ام. خلاصه یه گروهی هن با یه سوابق مفصلی درخواست پناهندگی هم کردن از ایران ولی خب به هم ایران نیومدن اینم هن... یعنی هیچ چیزی منتشر نشده که اومده باشن ایران و اینا. حالا اطلاعات مفصلش تو مقاله هست ولی به هر حال ما بین دام نشانه درست دادیم دو تا چیز دیگه قبل از اینکه تمام کنیم فقط من اینم بگم که یه دونه گزارش هم با نوشتیم با عنوان آیا معیشت مردم با تحریم ها گره خورده چون ابراهیم رئیسی یه مصاحبه کرد با تلویزیون اونجا گفتش که ما بدون گره زدن تحریم ها با معیشت مردم میریم مذاکره میکنیم و اینها این, این به حال شایبه به وجود میاد قبلا هم بوده که آیا تحریم ها به بحران اقتصادی و معیشت ربطی داره یا نه ما قبلا هم یه بار یه مقاله مفصل منتشر کرده بودیم این دفعه هم دوباره مقاله منتشر کردیم و توضیح دادیم که ارتباط بین تحریم ها و بحران اقتصادی و معیشت مردم چیه بر اساس شاخص ها و در واقع توضیح دادیم که آیا تحریمات گره خورده یا نه مقاله مفصله دعوت میکنیم که اگر وقت حوصله دارید حتما اون را هم ببینید و بخونید خیلی عالی اخیرا پادکست یه ذره داره طولانی میشه ولی خب کسی هم اعتراض نکرده ما ما داریم طولانیش میکنیم این دفعه فکر کنم نمیرسیم به کامنت ها جواب بدیم ولی قول میدیم تو اپیزودهای بعدی حتما بخش رو دوباره داشته باشیم خیلی ممنون که پادکست فکتو رو میشنویم. منتظر پیشنهادها و حتی انتقاداتتون در حالا هر به هر شکلی که میتونیم با ما تماس بگیرید توی کست باکس کامنت های شبکه اجتماعی حتما برامون بفرستید خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافی اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی تو اپ های پادکست رو سجو کنید و ما هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم و تو بخش توضیحات پادکست میذاریم این هفته اصلا خیلی فکر کنم مهمتره تاکید کنیم که این چیزی که ما الان اینجا تو این پادکست گفتیم در واقع یه چکیده خیلی خیلی خلاصه و فشرده ای از اون چیزیه که واقع در مقاله ها توضیح دادیم که توشون تمام منابع و لینک های مربوط به اون چیزی که توضیح میدیم رو میتونید ببینید پادکست فکنامه رو افشین صدری تهیه میکنه و آریا کیان هم مدیر هنریشه که کاورهای هر اپیزود رو طراحی میکنه آدرس سایت ما از فکنامه وقتتون به خیر و خدا مراقب خودتون باشین خدا نگهدار